خدا به همراهت مادر. دستون درد نکنه. سفر بخیر. مواظب خودت باشی. تمام اینطور. خدافظ. آیا آیا آیا. فهمن چی؟ تو چی دیگه؟ شیطونی نکنی تا برگردم. خدافظ. خدافظ. خدا نگهدار. خدا سلامت. خدا سفر بخیر باشه. باشه. پروانه. سفر بخیر. چی بگم یعنی باشه دیگه. سوغاتی سوغاتی. فراموش کن. بریزم؟ آره بریز. کوتاه بری زود برگرده. خدافظ. چهار تا دلفین دریایی بیار. خدافظ. چی شد یه دفعه پروانه هوای سفر به سرش زد؟ هم سفر هم زیارت. ای مگه نرفت جنوب؟ چرا؟ رفت خرمشهر. اونجا هم هر کوچه و خیابونش یه زیارتگاه دیگه. کاشکی میشد منم با پروانه برم جنوب. انقدر دلم میخواد شهرهای جنوبو ببینم. وای کاش که تو میتونستی بری به دانشگاهت برسی. بابا ول کن دیگه گذشت. شما میرین خوابگاه یا میایین خونه شهر؟ من معلومه میرم خوابگاه و عرض من بعد برم بیمارستان، ولی غذامو نگه میداریم برای فردا شب. تو چی بنفسه؟ من از اونجایی که پروانه رفته و نگار قصه داره در کنار نگار میبینم، چون اگر برم موقع دیگه دق میکنه. بریم خیلی خوب. سر ساعت 9 شام حاضره. 9 کارت پستال هم میفرستم واسه خودم در. سلام. بزن بیام تو. بله بفرمایید تو. بزن بشینم. بله خواهش میکنم بفرمایید اینجا بشین. سلام احوال شما؟ سلام. خب آقای پوریا خان بفرمایید ببینم چی میل دارین؟ چای یا آب میوه یا نوش؟ قهوه. چی؟ بنفشه خانم فرمودن قهوه. با شیر اضافه البته. پوریا جان خدافظ. خدافظ.
مواظب خودت باش. بله مواظب خودم میباشم. بچه خدافظ. خدافظ. خب پوریا جون دل تنگ شده واسه من اومدی اینجا؟ نه بابا من قهر کردم. قهر کردی؟ آره. آخه حالا چرا آخه؟ میخوای بمونی اینجا؟ آره. میتونم شب اینجا بمونم؟ آره ببین پوریا جون میتونی ولی دوست داری من شب اینجا بمونم؟ چرا؟ چرا؟ دوست داری؟ یه چیزی نه. یعنی اگر یه چند لحظه من اجازه بدی الان همه چی حله. با اجازه. بیا پوریا جان این شیر تو، یعنی منظورم قهوت، بخور. پوریا به میگم نظرت با یه عکس سیاه‌سفید 6x4 چطوریه؟ نه خب چرا پوریا؟ من که نمیتونم بخندم. نمیتونم بخندم. ببین پوریا جون من نگاه کن، حالا به من بگو تو چرا اینقدر ناراحتی؟ گفتم که بابام قهر کردم. خب میدونم بابات قهر کردی ولی اصلا بهش گفتی اومدی اینجا؟ آره. مطمئنی؟ آره. سلام آقای فتواری شده. سلام. نه راستش پوریا قهر کرده اومده پیش نگار خانم، این فرصم مزرمشون باشه. نگران نباش، نگار حسنه شو داره. بریم بالا. بفرمایید. بفرم. اینجا که نیست. بابا همینجا بود، درست بود. آخه نه همه رو به هم ریختی. نه بابا بذار. بایست ببینم این. صب کن صب کن. شما بریم به کاراتون برسیم لطفا. راست میگه. خب ما بریم به کارامون برسیم. ببخشیم با اجازه. خواهش. میگم نگار طرف سابقه داره. چی؟ منظورم اینه که قبلنم قهر کرده بوده. آها نه، یعنی نمیدونم، هیچ وقت نمی اومد پایین، الان با بزرگش نیست قهر کرده اومده پایین. خب من چه میدونم بنفشه جون، من که تا حالا تو زندگی مادر نبودم، از کجا بدونم واسه چی قهر کرده؟ ببین بنابر اصول اولیه مادر، یعنی منظورم بچه داریه، این که باید ببینی که دلیل اولیه اون قهر کردنه چیه. تو یعنی یک جوری الان باید ریشه یابی کنی مسئله رو. موفق باشی. پوریا. به تو چرا بابات قهر کردی؟ چون که زرم به حرف من گوش نمیده، همش فوتبال نگاه میکنه، یا همش تلویزیون نگاه میکنه، یا همش پای کامپیوتر نشسته، همش داره با تلفن صحبت میکنه. تازه اصلا ماکارونی هم که بلد نیست. خب من برات ماکارونی درست میکنم. آسونه؟ میتونم آسونه. هر وقت میکنم
میرم خونه عمه جون مثلا درست میکنه. باشه امشب من برات ماکارونی درست میکنم. نه شما زحمت نکش. چه زحمتی؟ تو امشب مهمون منی، هر چی دوست داری من باید واسه درست کنم، مگه نه؟ شما هم هنوز بچه امامت مثلا قضا میاره پایین، مگه نه؟ آره راست میگی. پس من میرم پیش مامانم ببینم امشب شام چی داریم. باشه؟ باش. الان برمیگردم. بنفشه جون اگه میخوای الان از من عکس بگی بیا عکسی، چون که الان میتونم بخندم. چشم، الان میام خدمتتون. خب پس تو نگاه کن منو پوریا، این دست تو اینطوری مش کن بزن زیر چونت، بعد بذار رومیز. خب بعد دیگه بخند و بگه نه قلقلکی تن. دست بذار رو دست بذار اونجا بینم تکنه. خب دست بذار اونجا میخنده. خب خوب شد. خب کلت هم کچ کن، عینکت هم بردار. یک دو سه. خب یه امشبه رو تو مامان باش طوری میشه؟ بابا خیلی خب، حالا برو با آقا بهزاد صحبت کن ببین اون چی میگه. میگم نگار جون بفرستش پیش من. یعنی بیرونش کنم؟ نه بچه به من اعتماد کرده، نمیشه. سلام. سلام. سلام سلام. شبتون بخیر. صحبت سر مهمون ناخونده است نه؟ بهزاد خان طفل معصومو چیکارش کردی که قهر کرده؟ من؟ به خدا هیچی. ما کارونی میخواست گفتم میگم عمت واسه درست کنه فردا شب بیاره، قهر کرد. خب این که کاری نداشت، به من میگفتی درست میکردم. تازه نگار جونم بلده ماکارونی درست کنه. نگران نباش میرم خودم براش درست میکنم. اینم از ماکارونی آقای پوریا خان. خوشمزه بود؟ من که بخاطر ماکارونی قهر نکردم، بخاطر این قهر کردم که با اون بهش میگفتن یه قصه بگو و اون گوش میکرد، میگفتی مگه من زنم؟ نه حتما قصه بلد نبوده. سطح قصه بچه کنه واسهش گفتم مگه گوشم کرد که یاد بگیره. بهش میگفتم کشی بگیری مگه میام و کشی بگیری، میگفتش نه. برای اینکه بابات خسته است، میدونی بابات خیلی کار میکنه. میدونم خسته است. تلویزیون چند روز پیش گفتش بچه ها شخصیت دارن، بعد بچه ها ببنم گرده شاید ببنم پاک. بله شهربازی. بله درسته. بهش میگفتم مگه گوش میکرد، میگفتم من کار دارم. میدونی چیه پوریا جون، امشب خاله بنفشه برات قصه میگه، اینقدر قصه بلده. مینوشی هست؟ بله هست. آره مینوشی اینقدر قصه بلده. تمیز کنم خیلی قصه گوش بدی. آها بابام هیچ وقت دور دهن من تمیز نمی کرد، میگفتی مگه تو بچه ای. من میگفتم اون میگفتی برو دور دهن تو خودت تمیز کن. خب بابات راست میگه، مگه تو بچه ای بزرگ شدی دیگه. بچه شما دور دهن من تمیز کردین؟ ببخشید منم اشتباه کردم. خیلی خب حالا قصه گوش بده. خب پوریا بگو که من حالا چه قصه ای برات تعریف کنم. مینوشی یه قصه ای بگو که هم خنده دار باشه هم من خوابم نبره. یکی بود یکی نبود، غیر خدا هیچکی نبود. سلام. ببخشید پوریا خوابش برده بود، من نمیدونستم چی کار باید بکنم. میبرمش بالا. آخه صبح بیدار میشه اون وقت از دست من دلخور نشه. یه وقت
نمیدونم. نه بفرمایی اونجا خوابیده، خواهش میکنم. ببخشید. خواهش میکنم. ممنون. شب بخیر نگار جان. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. بنفشه پاشو پاشو سر جات بخواب. چی؟ پوریا رو بخواب. پوریا جاش امنه، تو پاشو که صبح زود باید را بیفتیم، ساعت 8 قرار داریم. چی خود تو روز نکن دیگه. پاشو دختر خوب نگار بیا. دیدی اصلا مادر بودن سخت نیست. مادر فقط بلن قور بزنن. یه نه قصه بسش گفتم گرفت خوابید. اون خوابید یه جنابالی. بعدم مادر بودن همش به قصه گفتن نیست. هزار و یک اما و اگر داره. 999 تا اگرش شیرینه. حالا در آینده خواهیم دید. شما بفرمایید بخوابین خانم مامان خوشروحیه. بله بله آقا جان، چشم. الان میام شرکت. شما نیم ساعت شرکت بشین، من میرسم خدمتون. چشم. ای وای بابا شیر. یادم رفته شیر بگیرم بابا، امروز با چای سر کن. نه آقا با شما نیستم که. چشم الان اومدم. اومدم خدافظ. بجون بابا دیرم شده. وسایلت هم آماده است. اینکت خوب رو بردار. بیا. آقا نمیدونم کجاست. نمیدونی کجاست بابایی؟ آدم باید حواسش به عینکش، ساعتش، وسایل شخصیش باشه. دیشب که میوردمت بالا عینک نداشتی؟ نکنه خونه نگار خانم جا گذاشتی؟ من بپرسم. آره برو بپرسم. خودتو بفرمایین. اینم از بندش. اینجوری دیگه نه گم میشه نه جا میمونه. پازلت هم بیارم؟ نه مرسی، باشه واسه بعدا. میدونی بابام یادش رفته امروز واسه من شیر بخره. راست میگی؟ بذار برم واسه یه لیوان شیر بیارم. خب؟ نه آخه همیشه پدر بزرگم واسه من شیر میابرد. سلام. سلام خانم. سلام. صحبتون بخیر. با زحمت های ما. اختیار داریم، چه زحمتی. من پوریا رو دوست دارم. منم شما رو دوست دارم. پوریا جون بریم. اگر دیر برسیم آقای سهرابی میره، منم ماشینم تعمیرگاه است، نمیتونم برسونم. خدافظ. خدافظ. خدا نگهدار. خدافظ. نگار جون. بله. شما روز مادر میخواییم واسه مادرتون چی بخریم؟ روز مادر؟ ببخشید خانم. بریم دیرت شده. خدا نگه. خدا حافظ. با بچه راست میگه ناسلامتی فردا روز مادر دیگه. نگاه چی شد؟ هیچی. آره راست میگه. من وقتی خیلی بچه بودم هر وقت روز مادر میشد کلی دست باچه میشدم، ولی بعدن یاد گرفتم.
یاد گرفتم که الان برای زن بابام یه شاخه گل بگیرم. بعدش اینجوری حالم خیلی بهتر شد. بریم دیگه، دیر میشه. بنفشه، دیرمون شد. اومدم. شاید کار داشته باشه بابایی. سرویس مدرسه دیر کرد. بیا بشین، بیا بشین اینجا تا بیا. بشین بابایی، بشین الان بیا. آقای سهرابی نیومده. سهرابی؟ سرویسش نیومده؟ آره خان، باز یا پنچر کرده یا یکی از بچه ها معطلش کرد. خب شما اگه عجله دارین بفرمایین، من میمونم تا سرویسش بیاد. نه مزاحم شما نمیشم خانم. صد بار به این سهرابی گفتم معطلمون نکن. سر به هواس فکر نداره که. خب حالا شما بفرمایین، من میمونم. ببخشید. بله آقای عزیز، تو راه هم دارم میام دیگه. چقدر هولی. چشم چشم، اینم شده قوز بالا قوز، همه جا آدم گیر میارم. گفتم که شما اگه خیلی عجله دارین بفرمایین، من حتما پیشش میمونم تا سرویسش بیاد. آخه نمیخوام مزاحم شما بشم خانم. نه خواهش میکنم، بفرمایین. ببخشیدا بابایی، تو مهد بمون تا بیام دنبالت. باشه؟ جایی ندیا. ببخشید خانم، ممنونم. خواهش میکنم. با اجازه. خداحافظ. نگاه جون، بابا چرا اینقدر همیشه عجله دارن؟ برای اینکه باباها کار دارن، جلسه دارن، باید به موقع برسن دیگه. راست میگی، مامانم همیشه باید بچه ها رو ببرن. نه بریم. سلام. نگار جون، قرار موسا کنم زد دیر بشه. اشکالی نداره، تو رستوران دانشکده قرار داریم دیگه، فوقش یه نیم ساعت معطل میشن میرسیم. نگار جون، چه بیشتر مامان رو حسد دارن با بچه ها باشن؟ جواب لطفا نگار جون. چرا مامان ها بیشتر حوصله دارن؟ چون جلسه ندارن یا چون هیچ وقت سوالای بچه رو به شوخی نگیر. نگار جون، آقا سهرابی یا نه؟ نگار جون. بله. خدا بزن. خدا بزن. بچه‌ها همیشه جواب محبت آدمو میدن. نگار مامانش چی شده؟ طلاق گرفته؟ نه. نه، بریم. بریم یه تاکسی در بستی بگیریم که زود بره. این برای سیاوش جونم. نه برای دختر گلم. خواهش میکنم. اینم برای پوریا جون. پوریا جون این چیه؟ دلفین. پسرم چرا تو فکری؟ سمینه جون. بله عزیزم. من به بابام تلفن کنم، میترسیم ایسی یادش بره. یه چیزی یادش بره؟ چی؟ یه رازه. خب یه رازه. بابا خونه است یا سر کاره؟ من نمیدونم کجاست، اما شما تلفن موبایلش رو داره. خب انا همراهته؟ آره. شمارهشون رو به من بدین. میخوای کمکت کنم؟ خب
شما برو پسر گلم پیش خانم فرهودی شماره بابا رو براتون بگیرم باشون صحبت کن. برو عزیزم. دختر نازم چی درست میکنه؟ گاز. گاز؟ پس قرار غذا بپزی؟ حتما دست بخته تا خوش مزده. خب تمام دوم شو راضی کننده است. در حقیقت از اینجا اگه شروع کنی شما فعل استراجه این برداری گرفت درست. بله سلام بابایی سر کار تو ساختمون آخه کارم طول میکشه. تو از کجا زنگ میزنی؟ گل؟ گل واسه چی میخوای؟ یه شاخه واسه خانم فتی، یه شاخه واسه عمه جون، یه شاخه واسه نگار جون. یعنی آخه یعنی امروز نه فردا، یعنی فردا روز زن دیگه مگه نه؟ بله درسته همینطوره فردا روز زنه. خیلی خوب بابایی وقتی اومدم دنبالت با هم میریم گل فروشی میگیریم باشه؟ تلفن مهد اشغال نکن بابا شاید احتیاج به تلفن داشته باشن. باشه چشم چشم من قطع کردم بابا تو هم قطع کن خداحافظ. بهزاد جون مادر میخواد عزیزم مامان میخواد تو با این کارت هم به خودت بی‌اعتنایی میکنی هم به این بچه. گفتی بخان گفتی بخان بغض گلویم بانه میشان گفتم که میترسم من از سحر نگاهت گفتی نترس ای خوب من اما نمیشم اما نمیشم. سلام بابا خسته نباشی بابا جان. شما چرا زحمت کشیدین؟ خودم می اومدم. چه زحمتی؟ دیدم حق شما که محفوظه هیچی بعدش هم دلم خیلی برات تنگ شده. برای من؟ خیال کردی وقتی بزرگ شدی دیگه بابا نباید دلش برات تنگ بشه؟ اون وقت اینجوری حسابی لوس میشم آ. حق شماست. من چیکار کنم؟ پوریا سوار نمیشه میگه بابا میاد دنبالم. پوریا جان مطمئنی بابا میاد دنبالت؟ آره مطمئنه هم موقع که اینجای شما بودن داشت تلفن صحبت میکن هم موقع بودش دیگه گفت میاد دنبالت. آخه هر روز بابا که نمیومد دنبالت با سرویس میرفتی؟ آخه امروز کار داری؟ آقای سوربه اجازه بدی من به باباش یه زنگ بزنم مطمئن شم. پوریا جان شماره بابا رو داری؟ تو دفتر هم موقع که داشتم تلفن صحبت میکردم هم موقع بودش دیگه. اوه راست میگه باشه. الو سلام بابایی قربونت برم بابا. وای ببخشید بابا ببخشید. میشه با آقای سهرابی بری خونه بابایی؟ آره من بعد قولم کار برام پیش اومد. تو پسر خوشقولی باش. باش خودم
فرهودی؟ جونم اجازه میدونی یه زنگ دیگه هم بزنم؟ به کی؟ به نگار جون. به نگار جون شمارهشو داری؟ نه. مرسی. اجازه میده این دفعه من زنگ بزنم؟ بله، اما بهش بگید یه دنبال من من. بله بله مهد کودک نه نه بله بله متوجه هستم. باشه باشه من همین الان میام اونجا. نه شما آدرس بدین لطفا. بله من یادداشت میکنم. روبروی؟ بله. نه نه بگیم باشه من الان میام. بله خانم خدافظ. سلام خانم، اومدم دنبال پوریا. این نگار جونه اینقدر دوستش دارم. خوش با حالتون. چطور؟ بچه ها همه دوستتون دارم. خواهش میکنم پوریا جان، وسایلتو بردار بیا بریم. خدا حافظ. خدا حافظ جان. خدا حافظ پوریا جان. کلاتو وردارم، کیفتم بذارم این پشت که راحت بشینی. آها، کمربندتم ببندم. چرا همیشه زن و مامزه بچه هم میترسن؟ چطور؟ چون که ایش وقت بابام کمربند من نمیبند. خب، بابات آخه رانندگیش خیلی خوبه، ولی من میترسم یوی ترمز کنم، بعد خدای نکرده تو... ببین اصلا بابا چرا نیومد دنباله؟ نمیدونم، گفتش با آقای سهرابی برو. اما زنگ زدم به شما اگه گفتی چرا؟ چرا؟ چون که بخوام امروز گل بخرم. گل بخری؟ برای چی؟ چون که امروز روز زنه. تو از کجا میدونستی؟ چون که سابینه جون گفت امروز یا فردا هست که وقت کردیم واسه مادرتون کادو بخری. حالا تو چی میخوای بخری؟ گل. برای کیا میخوای گل بخری؟ واسه عمه جون، واسه خاله جون، واسه خانم فرسید، واسه سابینه جون. باشه، من میبرمت یه گل فروشی که خیلی گل داره. باشه؟ خب پس بشین که بریم. چقدر دوست دارید دادید؟
بفهمید. خوشتو میاد؟ بله خیلی قشنگه. ولی برای من چرا؟ هر کی دوست داشتم دارم، به شما هم دارم میدم. شما هم دوست دارم. خیلی ممنون، منم تو رو دوست دارم. خدا خداحافظ. ببینم فقط حق خانوما محفوظه؟ بله. پوریا جون اگه بابا نبود باز بیا پیش ما باشه؟ خدا. سلام خانم فتی، من خونم بیا بالا کجا؟ باباییشم هست. تو شادی و اینجور مسائل آدم عشق نمیریزه خانم. بابایی امروز واسه همه گل خریدی الا نگار خانم. اون امروز خیلی بدو بدو کرده، جور منم کشید. دستشو بخوایی نمیدونستم چه گلیه بود. مگه بقیه رو میدونستی؟ آره، چون که واسه عمه جون، واسه یه خانم فتی گل خرید. خب من فهمیدم دیگه. واسه خانم فتی چی؟ واسه اون که نگرفته بودم، اون از کجا میدونستی؟ من فهمیدم دیگه. آخه آقای فتی واسش گل خریدش، من فهمیدم دیگه. بابایی چی امروز نایمدتون بارم دستی؟ ببخشید بابایی، آخه امروز جایی قرار داشتم. خب جایی گل ببری؟ آره. نبودم برای چی؟ نه شما دوست داره؟ مثل عمه جون، مثل خانم فتی، مثل خاله جون. آره؟ پوریا سوال جواب دیگه بسه بابا. باش، من میدونم که مردش وقت خصوص جواب دارم به بچه ها ندارم. ببینم کی هم چه حرفی زده؟ حتی شعر وسط گفتن هیچکدومشون بلد نیست، حتی یونشون بلد نیست. قصدم بلد بلدم. ای راست میگم، اون روز که من یه شعری گفتم اونو بخون. کدوم بود؟ دویدم دویدم. آره دویدم و دویدم. Thank you.